به نام خداوند بزرگ و خبرهای این ساعت از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 قوس 1398 خورشیدی است که برابر می شود به 11 دسامبر 2009 میلادی. نخواستم سرخط چند خبر مهم. کشته شدن 7 قاچاقبر مواد مخدر در ولایت غور. کشته و زخمی شدن 7 تن از افراد طالبان در ولایت غزنی. و خواست رئیس جمهور فرانسه از ایران. مشروع خبرها با من محمود رسولی. سایه کشت پنبه حدود 2 برابر نسبت به سال گذشته در ولایت جوزجان افزایش یافته است. مسئولان ریاست آبیاری و مالداری در این ولایت میگویند که سایه کشت پنبه در سال گذشته در این ولایت 1000 هکتار زمین بود، اما در سال جاری نسبت بارندگی ها به 1764 هکتار زمین افزایش یافته است. ساحه کشت پنبه حدود 2 برابر در ولایت جوزجان افزایش یافته است. مسئولان در ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت جوزجان میگویند که ساحه کشت پنبه در سال گذشته 1000 هکتار زمین بود، اما در سال جاری نسبت بارندگی ها این ارقام به 1764 هکتار که حدود 2 برابر می شود افزایش یافته است. بیشتر از 1000 هکتار نمی رسید، ولی امسال خوشبختانه نسبت بارانهای موسمی و آب کافی ما تقریبا سایه کشت ما با 2 چند رسیده که تقریبا 1764 هکتار سایه کشت ما امسال در تمامی ولسوالی های جوزجان میرسه. به گفته آنها ریاست زراعت این ولایت به خاطر بیشتر تشویق کردن دهقین در کشت پنبه و ازدیاد حاصل آن 20 قطعه نمایشی را در این ولایت کشت کرده و حاصل خوبی به دست آورده اند. مردم هم استفاده روزمرهشان برای استفاده خانواده هستن، یقینا میتونه جوابگو باشه پخته و حتی پخته ولایت جوزجان صادر بشه به پاکستان و کشورهای همجوار. در همین حال دهقینی که پنبه کشت کردند میگویند آنها در سال جاری نسبت به سال گذشته حاصل خوبی به دست آوردند که میتوانند از این طریق نفقه اولاد خود را تامین کنند. بر جرب زمین یک بدی بر جربتن قرب 100 زر پخته آلدی بزن بلتر ترقه زراعتن یک کرنزا خودی مقصد وزوز یک بدی منچه حاصل آلگرنزا خودی اشلای به شروع پاقه دانشون گذارانده 7-8 نفر نانخور شونن گذار بشق واسه پاوز یا غرشلی خانچلیش پخته یک اوز غلا و شونن آسوزن خوش بزن. در این حال بنابر اظهارات مسئولان در ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت جوزجان، پنبه این ولایت بر علاوه نیازمندی های مردم این ولایت حتی به خارج از کشور نیز صادر می شود. 7 تن از قاچاقبران مواد مخدر در یک درگیری با پلیس در ولایت غور کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی کشور با پخش خبرنامه میگوید منصوبین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت غور در ساحه آهنگران شهر فیروزکود و موتر مملو از مواد مخدر را کشف کردند و در این ساحه بین قاچاقبران و پلیس درگیری رخ داده که در اثر آن 4 تن از قاچاقبران کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. گفته می شود که از 2 موتر کشف شده مقدار 1000 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاده است. یک گروه قاچاقبران مواد مخدر در ولایت غور کشته شده و 1000 کیلوگرم مواد مخدر نیز به دست پلیس آمده است. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه میگوید در نتیجه یک عملیات ویژه که نیروهای پلیس در ولایت غور براه انداخته بودند 4 قاچاقبر مواد مخدر کشته و 3 تن از این گروه زخمی گردیده است. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و گروه قاچاقبران در حال
حالی صورت گرفته است که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این ولایت دو اراده واسطه نقلیه مخالفین مسلح دولت را در منطقه آهنگران شهر فیروزکو کشف نمودند. این دو واسطه نقلیه که در یکی آن 1000 کیلوگرم مواد مخدر نو تریاک جاسازی شده بود، توسط نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط گردیده و یک اراده واسطه دیگر تخریب و 3 فرد مظنون و قاچاق مواد مخدر متذکره بازداشت گردیده است. در یک حمله هوایی نیروهای هوایی کشور در ولایت غزنی 7 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 230 تندر با پخش خبرنامه گفته است نیروهای هوایی کشور در ساحه لرم ولسوالی مقرین ولایت بالای گروه طالبان یک ضربه هوایی را انجام دادند که در نتیجه این ضربه هوایی 5 تن از افراد طالبان کشته شده و 2 تن دیگرشان نیز زخم برداشته است. در یک ضربات قوه هوایی کشور در ولایت غزنی 7 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 203 تندر با پخش خبرنامه می گوید در یک ضربات قوه هوایی کشور در مربوطات ولسوالی مقر ولایت غزنی 5 تن از افراد طالبان کشته شده و 2 تن دیگرشان جراحت برداشتند. در این خبرنامه آمده است نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک عملیات خاص را در مربوطات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک را اندازی نمودند که در نتیجه آن به تعداد 3 فیرمرمی راکت انداز و 280 فیرمرمی پیکای گروه طالبان به دست نیروهای امنیتی آمده است. همچنان این خبرنامه می افزاید تیم های انجینری قلردوی 203 تندر در مربوطات ولایت خوست به تعداد 3 القماین را کشف و خونسا نموده است. گروه طالبان تا اکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان چیزی بر رسانه ها نگفته است. در اثر عملیات نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان در ولایت خوست شماری از افراد طالبان کشته شده است. وزارت امور داخلی کشور با پخش اعلامیه گفته است نیروهای امنیتی در ولسوالی نادرشاکوت این ولایت بالای گروه طالبان یک عملیات را راه اندازی کردند که در اثر این عملیات 4 تن از افراد طالبان کشته شده است. 4 کشته از افراد گروه طالبان در ولایت خوست. در اثر عملیات نیروهای امنیتی در ولایت خوست دست کم 4 تن کشته شدند. وزارت داخله با پخش اعلامیه میگوید نیروهای امنیتی عملیاتی را در مربوطات ولسوالی نادرشاکوت این ولایت راه‌اندازی کرده بودند که در نتیجه این عملیات 4 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. در این اعلامیه آمده است که در این عملیات مقدار مهمات و جنگ افزارهای طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. گفته می شود در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. ولایت خوست از جمله ولایت‌های نسبتاً ناامن در کشور است که طالبان در شماری از ولسوالی‌های آن حضور دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه زندانی کردن 2 تبعین کشور در ایران را غیر قابل تحمل دانسته و خواهان آزادی فوری آنها شده است. آقای مکرون در تویترش نوشته که در روز حقوق بشر به فکر فریبا دلخواه و رولان مارشال 2 هموطن زندانی در ایران و خانواده های آنها است. رئیس جمهور فرانسه گفته است زندانی کردن آنها غیر قابل تحمل است و این افراد باید بدون تأخیر آزاد شوند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است زندانیان 2 تبعه این کشور در ایران غیر قابل تحمل است و این افراد باید بدون تأخیر آزاد شوند. خانم عادل خاک شهروند ایرانی فرانسوی است و اتهام جاسوسی در بازداشت است و رولان مارشال پژوهشگر فرانسوی هم به اتهام اجماع و توانی علیه امنیت ملی دستگیر شده است. وکیل این 2 نفر گفته است به نظر می رسد که دستگیری آقای مارشال به دلیل ارتباط دوستی او با خانم عادل خواه بوده است. وزارت امور خارجه فرانسه تا اکنون چندین بار خواهان آزادی این 2 نفر شده است. طی سالهای اخیر ایران دست به بازداشت شهروندان 2 تابعیتی به اتهام تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران زده است.
در جریان یک تیراندازی و درگیری مسلحانه با پلیس در ایالت نیوجرسی امریکا 6 نفر کشته شدند که یک افسر پلیس هم در میان کشته شدگان است. شهردار چرسی سیتی که همجوار نیویورک و در آن سوی رودخانه هودسون واقع شده گفته دو افسر پلیس دیگر نیز در جریان این درگیری زخمی شدند. انگیزه تیراندازان هنوز معلوم نیست، اما مقام‌های محلی میگویند گمان نمی‌کنند این حمله با ذهنیت توریستی شکل گرفته باشد. در جریان یک تیراندازی و درگیری مسلحانه با پلیس در ایالات نیوجرسی امریکا 6 تن کشته شدند. یک افسر پلیس در میان کشته شدگان هست. شهردار جرسی سیتی که همجوار نیویورک در آن سوی رودخانه واقع است گفته است دو افسر پلیس هم در جریان رد بدل شدن آتش زخمی شده است. بنابر گزارش ها روز گذشته تیراندازی میان دو مهاجم و ماموران پلیس بیش از یک ساعت طول کشید. هویت و انگیزه تیراندازان هنوز معلوم نیست، اما مقام‌های محلی میگویند گمان نمی‌کنند این حمله با نیت تروریستی شکل گرفته باشد. رسانه‌های محلی از شمال ایالت نیویورک جرسی گفته است که تیراندازی از داخل یک مغازه شروع شد. با گفته پلیس ده‌ها مامور ویژه از جمله گارد ویژه مقابله با تروریست‌ها و حمله مسلحانه به محل اعزام شده‌اند و در جریان تیراندازی میان آنها و مهاجمان 5 تن، 2 مهاجم و 3 شهروند در داخل مغازه کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان نمیتواند مستقلا تایید کند که موشک ها و هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان در ماه سپتامبر سرمنشای ایرانی دارند. مسئولیت آن حمله را حوثی های یمن به عهده گرفتند و ایران هر گونه دخالتی در آن را رد کرده است. اما آمریکا، عربستان و قدرت های اروپایی ایران را مظنون اصلی آن حمله می دانند. دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفته است که این سازمان نمیتواند مستقلا تایید کند که موشک های هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده در حمله تاسیسات نفتی عربستان در ماه سپتامبر سرمنشه ایرانی دارد. مسئولیت این حمله را حوثی های یمن به عهده گرفتند و ایران هر گونه دخالتی در آن را رد کرده است. هرچند آمریکا، عربستان و قدرت های اروپایی ایران را مظنون اصلی آن دانند. با گزارش رویترز آقای گوترش گفته که سازمان ملل قطعات سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تاسیسات عربستان در عفیف در ماه می، حملات به فرودگاه بین‌المللی ابها در ماه جون و حمله به تاسیسات نفتی در خریس و بقین در ماه سپتامبر را بررسی کرده است. او در این گزارش که بر رویترز رسیده نوشته در این مقطع سازمان ملل قادر نیست به طور مستقل تصدیق کند که موشک‌های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده در این حملات سرمنشه ایرانی داشته باشد. ریاض در ماه سپتامبر گفته که در حمله به تاسیسات نفتیش از 18 پهباد و 7 موشک کروز استفاده شده که به سیستم مکانیاب جهانی جی پی اس مجهز بوده تا حمله دقیق تر انجام شود. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان گفته این موشک ها ساخت سپاه پاسداران است و روی این کلمه یا علی حق شده است. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت هست که شوبر و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود مجموعه خبری این ساعت که از تلویزیون بیگ تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.